بر اساس اطلاعاتی که مقاومت ایران از داخل رژیم به دست آورده است فاش می کند که علاوه بر ماموران رسمی وزارت اطلاعات آخوندها یک شهادت دیگر هم در این پرونده موجود است. شهادت بنی صدر در برابر ماموران اطلاعات فرانسه که با سفلگی تمام به خدمت فاشیسم مذهبی شتافته و درست در سر بزنگاه بر روی مریم و مسعود رجوی خنجر می کشد، همان که جان او را پس از 3 خرداد سال 60 نجات داد، او را به خانه و پایگاه خودش برد و سپس به پاریس رساند. مسعود رجوی آنچنان که بعدها عباس داوری تشریح کرد به همه مجاهدین در آن خانه سفارش و تأکید کرده بود که اگر پاسداران به اینجا بریزند فقط در یک صورت می توانند به بنی صدر دست پیدا کنند، فقط در صورتی که از روی جسد همه مجاهدین به ویژه اشرف و فرزند شیرخوارش مصطفی عبور کنند. اکنون بنگرین که بنی صدر بر سر بزنگاه چگونه تلافی می کند و چگونه برای اطلاعات آخوندها و اطلاعات فرانسه کمر به چاکری می بندد. من می‌خواستم بپرسم که آیا به جز این افرادی که شما اسم بردید کسان دیگری علیه شورا و علیه مقاومت در این پرونده هم وارد شدن و صحبت کردن و شهادت دادند یا خیر؟ عرض کنم که سوال خوبیه، متاسفانه فرصت کردم چون این موضوعات خیلی زیادی در این وسط هست، ولی این سوالتون به طور مشخص سوال خیلی قابل توجهی است. خیر، در این پرونده در حقیقت هیچ کسی جز عوامل وزارت اطلاعات، همین افرادی که خودشون رو مثلا به عنوان اعضای سابق مجاهدین معرفی میکنن، کسی غیر از اینا نیست. فقط یک مثلا استثناء وجود داره در این بین، امیدوارم که داشته باشم بعد دارم. یک استثناء در این وجود بین وجود داره، یک مثلا شهادتی هست و مصاحبه‌ای هست در واقع که همین ماموران فرانسوی کردن علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت با بنی صدر. بنی صدر